کشور ما از زمان پیدایش نفت در اون چیز حدود 110-120 سال رفت به سمتی که به اقتصاد تک محصولی و درآمد حاصل از نفت تکیه کرد، ولی بالاخره اون چیزی که دانش رو از اون استفاده نکنه، یعنی در فراوری اون خیلی به دانش و تبدیل از طریق دانش، ثروت‌زایی از طریق دانش نباشه، ما میگیم اقتصاد نفتی. حالا ممکن این اقتصاد صرفا نفت هم نباشه، منابع زیرزمینی باشه ولی به صورت خام فروشی. خب توی این 100 و اندی سال تقریبا کشور ما رفت به این سمتی که هر چیزی که نیاز داشت از فروش تک محصولی، حالا یا نفت یا گاز یا معادن در واقع زیرزمینی اون، ولی به صورت خام فروشی، مایحتاج خودش رو رفع میکرد و هر چیزی هم که نیاز داشتیم وارد میکرد. خود استخراج نفت واقعا یک کار فناورانه‌ایه، ولی تا زمانی که شما نفت رو میارید بیرون و بعد به صورت بشکه‌ای و خام میفروشید، اون کجا تا اینکه شما برید این رو فراوری کنید تو پالایشگاه‌های مختلف و بعد بتونید فراورده‌های مختلف هایتک رو از این به دست بیارید. اما حالا من نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینه که اقتصاد ما چون اقتصاد نفتی بود، واردات محور بود. ما هر چیزی رو که نیاز داشتیم وارد می‌کردیم، پولشو داشتیم وارد می‌کردیم. تا زمانی که خوردیم به جایی که دیگه واردات جواب نمی‌داد، نفت فروش آنچنانی دیگه نداشت، قیمتش اومده بود پایین، و تا جایی که ما دچار تحریم‌های ظالمانه هم اصطلاحاً شدیم، یعنی دیگه کسی اجازه نمیداد ما نفتی رو بفروشیم و بتونیم پولی رو در قبال اون به داخل کشور بیاریم. این تقریبا از 10 سال پیش خودش رو در ایران نشون داد و کشور ما آروم آروم رفت به سمتی که خودمون تولید کننده مایحتاج خودمون باشیم، خودمون رفع کننده نیازهای خودمون باشیم. قوانین کشور ما، آیین‌نامه‌های کشور ما، ضوابط کشور ما هم عمدتاً واردات محوره، یعنی برای تولید ساخته نشده، لذا کشور ما خیلی در بند تولید نبود. اما خب از زمانی که مجلس شورای اسلامی در سال 1389 قانون تأسیس و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان رو مصوب کرد و این قانون از سال 92 اجرایی شد، رفتیم به سمت اینکه خودمون سازنده، خودمون ایجاد کننده این مسائل باشیم. ببینید تو همین نفتی که ما مثال زدیم، برای تبدیل این به سایر محصولات نفتی ما نیاز به کاتالیستا بود داشتیم. این کاتالیستا رو ما حدود 100 سال می‌خریدیم. به هیچ عنوان هم هیچ کس در ایران به سمت تولید این، البته ابتدا به دلیل نداشتن دانش فنی و بعد به دلیل اینکه عمدتاً می‌رفتن از خارج از کشور می‌خریدن، نمی خاطر این تحریم‌های ظالمانه که درسته برای کشور ما بالاخره مزایقه‌هایی به وجود آورد، سختی‌هایی رو به وجود آورد، اما از اون طرف هم یک سری کارهای خوبی انجام شد و اون اینکه ما می‌توانیم و این رو تولید می‌کنیم و الان ایران جزء تولید کننده های کاتالیست در دنیا. خیلی هم عالی.